گیت شدم. تو پاراگراف قبلی جایی داشتیم که این صحبت کردی که بقیه هنرها موتیف ندارن. خب آره، یه جا از اونجا برای من یه چیزی شد، یه چیزی افتاد برام که جمله رو اگه بتونیم ببینیم چی بگیم فهمیدم. اصلا من فکر میکردم داره میگه که اتفاقا تنها وجهی که موسیقی میتونه یک آیدیایی رو اسوسییت کنه در واقع موتیفه، از طریق موتیفه، نه اینکه فقط موسیقی میتونه اینا رو از موتیف داشته باشه. فقط موسیقی میتونه، اونا به خودی خود میتونن، اونا از این بابت ازشون جلوه. اونا ببین تو وقتی یاد کلمه احتیاج به این نداره، یعنی واحد اصلیش کلمه هست. خب به خاطر همونم میتونه بگه مثلا درخت از طریق این کلمه یه چیزی رو همون در واقع در هم از نخست در وهله نخست دپیکت میکنه، ریپرزنت میکنه. اما موسیقی نیاز داره به این که بر اساس تکرار صوت به ماه و صوت امری زمانمنده. خب مسئلهش اینه، مکانمند نیست. حالا که زمانمنده باید این زمانمندی خودش رو معین کنه و از منه معینه مثلا نقرات کنار هم بذاره. حالا بشه تکرار، حالا میگه بر اساس تکرار بگیم repetition as the underlying principle of the motive. از طریق تکرار این از منه معینه بگه یه او دکو، این یه اوتکو میشه موتیف. خب یعنی زمانمنده، درخت زمانمند نیست، مکانمنده درخت. این که تو در کلمه میریزیش زمانمند میشه، این یه تصور در وهله اول. چه رنگ چه کلام در ذهن تصور، تصور درخت. من که الان اینو میان انضمامی میکنم میگم درخت نیاز به زمان برای بروزش به صورت آوا داره، یعنی اینجا وارد موسیقی شدم. درخت از حیث فونولوژی که موسیقایی نیاز به زمان داره، وگرنه درخت، وگرنه داره قرمز. ببینی موسیقی موتیف رو برای چی نیاز داره؟ چون زمانمنده. تو با یه تصور از یه صوت کار را نمیفته، این صوت هم بخوای مثلا یه تصور از صوتش بشید به همکار ارتعاشیه که داره خودش رو اکستند میکنه در دو فریم از ثانیه، از اینجا خودش رو برسونه به اینجا. حالا که رسونده به اینجا این کافی نیست، یعنی بعد بگه یک دو سه تا به یک مفهوم میرسه. ریپیتیشن کارش این، به خاطر من ما حالا یه ذره مثلا فرمالیستی بخونیم همجوری مثلا رساله فرمی و مثلا چند بخشی و نمیدونم اینا بخونیم، ریپیتیشن رو خیلی ساده میگیریم، ولی اون ریپیتیشن پدر در آورد اینجا. این سوال یادت اومد خودش نه نه اون این نبود، رفتی نبود. خب این توضیح من تا حدی بنابراین اونای دیگه نیازی ندارن به موتیف، موتیف اینو میرسونه به سطح اونا. موتیف یه کاری میکنه که اینا اینم بتونه مثل اونا، اونا هم از نفس میتونن اساسیت رو افرادی کنن. پیوند ایده ها بگیم دیگه. این باید نیاز به موتیف داره، موتیف هم نیاز به تکرار داره چون زمانمنده اساسا. یعنی موتیف اصلا کلن شرط لازمش زمانمند بودنه در واقع. یعنی اصلا اگه زمانمند نه، چون موتو این حرکت آخه ببین تو اصلا تو نمیدونم یه مثل موتیف، یعنی مثلا میخوام ریشه شناختی هم بگیم، موتو این حرکت نیست. موتیف یعنی حرکتی که چیز شده در واقع، حالا ابجکتیفاید شده، حرکتی که ما دیگه اینو ابجش کردیم، مثل یه تصور در خدمتمون گرفتیم. همون جوری که درخت رو به عنوان یک ایده الان کامل توی ذهنمون زندانی داریم و میتونیم با مفهوم سبز پیوند بدیم و چیزی بسازیم، این به واسطه این موتیف حالا میاد اینم در زندان ایده اسیر میشه. حالا میتونه ابجکتیو باشه که بتونه با یه ایده دیگه پیوند پیدا کنه تا معنا رو. حالا من میخوام بپرسم که از چه من نظری مثلا اون چیزی که تو هنر تجسمی بهش میگن موتیف، موتیف نیست اتفاقا، موتیف هست، موتیف هست، منتها هنر تجسمی از اون حیث که در لایه پروداکتیو، یعنی در لایه ساخته شدن، مکانمند هست. پرسپشن و دریافت ما زمان مند. موسیقی پروداکتیو زمان مند. به خاطر همونم همچنان اون جزء پلاستیک آرت محسوب میشه، اسکالپچرد فرم، چون درسته طرف زمان میذاره فلان اینا، ولی در مثل نقاشی که توی یه لحظه خودشو در فضا پخش میکنه، توی یه لحظه میتونی ببینی، اینم توی یه لحظه خودشو پخش میکنه، ولی پرسپت این چون انسان زمانمنده نیاز به زمان داره، ولی نقاشی که در جا هست
خب همین رو میخوام بگم. میخوام بگم خیلی وقتا خود نقاشی هم اون حرکتی که مثلا چشمت میکنه تا چیزو بگیره موضوع زمانمندیه. یعنی تو مثلا تو فرش نمیدونی بازم دریافت توه. خب تو اگه خدا باشی تو یک لحظه میبینی، یا تو خواب تو یک لحظه میبینی، تو توی عالم زر هم میبینی. این بالاخره منظورم متوجه میشی، یعنی اونتولوژیت اون سر جاشه دیگه، تو باید حرکت بکنی رو. یعنی فرقش اینه ماتریال خودش بالاخره تو زمان هستی. حالا دیگه ما بریم سر اینکه کوانتوم میگه خب اصلا زمان کلاً اینجوری اصلا اسوسییشن ها کلاً رو هواه و طبقه بندی هیچ چیز نمیشه طبقه بندی کرد. ولی تا این حد که موسیقی هنر زمانمنده، ما باید خیلی این زمانمندی رو فقط برای موسیقی به رسمیت بشه، کاری که شلینگ به بهترین نفت میکنه. شنکر الان اینجوری داره. حالا بعد مثلا میدونیم بخوام به این برسم که میگی عنصر سازنده موتیف فاصله است. آها خب حالا چرا ما نتونیم بگیم که عنصر سازنده موتیف اتفاقا همون موضوع زمانه؟ یعنی زمانه، یعنی من نمیدونم، من موتیف رو اینطوری درک میکنم که تو جایی که بتونی به قول اون کتاب چانک کنی یه چیزی رو، پاچ کنی، یعنی مثلا آره، یعنی تیکه تیکه، یعنی من بگم آقا این یه تیکه است. خب یعنی این اتفاقا با یعنی به لحاظ خودآگاه و ناخودآگاه مثلا ادراک ریتم موتیفی که من جای شکل میگیره، من بتونم اینو تیکه کنم، بگم این یه تیکه است. موتیف همین کارو میکنه بیشتر زمان. آره دقیقاً میخوام بگم بیشتر موضوع زمانه است تا فاصله. نه نه نه، زمانه که بستره، فاصله خودش رو معین میکنه یا به یه اعتبار ریپرزنت میکنه چون زمان وجود داره. یعنی اصلا اگه زمان نبود ما نیاز رو موسیقی نداشتیم، خود به خود ارتعاشی رو هوا میکرد. موضوع اینه که ما زمان داریم، پس بنابراین محکومیم به این که قبل و بعد داشته باشیم. و در واقع یه چیزی از ارتعاش وجود داره که مجبوره توی این لحظه چیزی باشه، توی اون لحظه چیزی باشه. شون در هم اصلا خودت گفتی اون کلمه اول که گفتی کرانمنده، کرانمند به بوردر میده. آره من شاید اصلا بی دسته میک سنسه، یعنی بالاخره همون چیز که تو میگی. تو نکته نداری توی زمینه؟ آره اینجا خیلی بس مربوط میشه. آره فقط نمیدونم بس ولی متوجه اون بحث هایی که آره جو موسیقی یونان کرد اونجا نشدم حقیقتا. من چیز میکنم که برای اونها هم مسئله فاصله واقعا مسئله بوده. مسئله فاصله آره، ولی مسئله موتیف نه. مسئله موتیف نه، خب نه منظورم که اون چرا نمیتونه اتفاقی ساخته بشه. به خاطر اینکه مسئله اونجا چیه؟ تو موسیقی یونان مثلا مود درسته. خب این مود اولا که یه مشکلی که اصلا شنکر بهش اشاره نمی کنه، البته چرا جلوتر اشاره می کنه، All modal systems within tonality، ما اینا رو ورسوس هم می گیم. اونجا توضیح میده که مودالیته چجوری درون تونالیته است. بنابراین ما وقتی به تونالیته رسیدیم دیگه کار تمام کردیم. این یه مست جلوتر بهش می رسیم. یکی که اونا در نظام تونال مودال هم. به همین معنا ما امروز می توانیم گرچه به الفبای یونانی دست پیدا کنه. حتی دکتر علی سلطانی یه نمونه بارزشه که میتونه تلفظ ارسطویی رو از تلفظ افلاطونی تشخیص بده. خب اما ما که دقیقاً این که دوریان، خب حتی این که پایین رونده چجوری اگه شاهد و ایستش چی بوده هنوز تو پژوهش لنگیم. فکر نکنید چون مثلا هر روز ما داریم روی اینا مقاله می‌نویسیم در اومده. خب یه چیز ناکرانمندیه. خب مودالیته با این فهم از مودالیته باعث میشه که این موسیقی همواره به فراچنگ ما نیاد. یک نظام نوتاسیونی دقیقی هم که نداشته. خب یه بس اگر هم داشته بس اینه که اینها میگن که این یک صوته، این یک صوته، این هم یک صوته. اینها افاده احساس میکنن اما موتیف به معنایی که این موتیف بعد بتواند قلب بشه، بعد بتواند کشدار بشه، بعد بتونه ریتروگرد بشه، اینورژن بشه، خودشو بس بده مثل آنالیز شنکری لاش کلی نوتای دیگه ای جا بده. خب به این معنا نبوده که زبان آور باشه. خب
به همین دلیل ایده توی یک فاصله بدونی که تو 10 تا فاصله رو پشت سر هم بیاری آآ کنی، ایده خودش رو نمیتونه بروز بده که بیاد حالا یه ایده با یه ایده دیگه اساسیت باشه. اینا حتما باید فیگور باشه، که فیگور چرا؟ چون توانایی قلب و عکس و وارونه شدن و حرکت کردن در درجات گام داره. در بحث همچی ما هم میگم اونجا اصلا که گفتی، یعنی گفتی ما اصلا اینا در واقعشون تاریخ بعده.